در گلمند نبودنه. میگن آنچه که دنیا امروز به ما میبخشه در واقع حاصل بخشش هایی است که ما در گذشته به دنیا انجام دادیم. بنابراین خواهان هر چیزی که هستیم باید اول از خودمون شروع کنیم. اگر مهربانی و عشق میخوایم باید مهربانی و عشق به اطرافیانمون بدیم. اگر دنبال خیلی چیزها در زندگی هستیم، فکر بکنیم که قبل از اون در چرخه کائنات ما چه قدمهایی باید برداریم تا از کائنات انتظار داشته باشیم که آن چیزهای خوب و مفید رو به ما برگردونه. بهترین ها انشاءالله در چرخه زندگیتون باشه و آرامش داشته باشید در زندگیتون. آرامش داشتن و دل خوش و تن سلامت بهترین چیز هاست که هدایای خداوند. در کنار سرکار خانم خباز هستیم، یکی از مربی آشپزی خوب که به این خانه آمدن. سلام میکنیم خدمت شما. شنیدم که میخواییم بهمون جوجه بهاری یاد بدیم، درسته؟ منم سلام میکنم خدمت همه دستن در کارا و مردم عزیز مهربون. زنده باشید خانم. من امروز جوجه بهاری رو میخوام تدریس کنم و مواد اولیه‌اش هم خدمتتون عرض می‌کنم. غذای بسیار ساده و رژیمی هستش. بله. و کسانی که دیابت دارن یا کلسترول دارن میتونن از این جوجه بهاری استفاده کنن. بسیار. سینه مرغ 1200 گرم، توت سیاه 200 گرم، سیر رنده شده 2 حبه، پیاز آب گرفته یا پیاز خرد شده میکس شده 1 عدد بزرگ، ماست 1 فنجان یا 125 گرم، زعفران 1 قاشق چایخوری، زنجبیل و نمک، فلفل، هل و فلفل قرمز. اگر در صورت تمایل دوست دارین میتونین استفاده کنین. بله. این جوجه کدام بخش مرغ خانم؟ این سینه مرغ. سینه مرغ. از سینه مرغ استفاده بله. میکنم. ما با دستمون باید یک فشاری روی سینه بیاریم تا بافتش باز بشه. به این شکل. این بافتش باز شد. ما از وسط اینو دو نصف میکنیم. خانم امیرشایی، جانم، این گوشت سفید چه ماهی باشه چه مرغ باشه باید با زنجبیل ادغام بشه، یعنی مالیده بشه که کسانی که در واقع مزه‌دارش کنیم با زنجبیل. نه، حالا به غیر از مزه‌دار کردن، مسئلهش اینه که خیلی هستن که بلغمی مزاج هستن یا سرد مزاج هستن. بله. مخصوصا ماهی رو اگر بگذارن یک شب توی زنجبیل بمونه خیلی بهتره. من الان نمی کندش جان؟ تندش نمی کنه؟ نه نه. خب من به این شکل زنجبیل رو بهش میزنم، چون قبلا مزه‌دار کردم، فقط به خاطر اینکه بینندگان عزیز ما بدونن که نمک میزنم و فلفل سیاه. این چند ساعت باید به این حالت بمونه با زنجبیل تا این الان چی داره؟ نمک و فلفل و زنجبیل. بله، این مزه دار میشه و برای کسانی هم که سرد مزاج هستن خیلی بهتره. بله. بعد ما تمام مواد رو میکس میکنیم. به این شکل همه مواد رو میریزیم، میکس میکنیم، بعد جوجه رو در مواد میخوابیم. من این جوجه رو انتخاب کردم به دلیل اینکه از توت سیاه یا شاهتوت استفاده میشه. توت سیاه خیلی برای بدن مفیده، هم آنتی اکسیدان خیلی بالایی داره. اینم ماستی که قاطیش میکنم برای اینکه تردش کنه. بعد به خاطر اینکه یه مقدار سردیه از هل استفاده میکنم. آها، چه کار خوبی. بله، یک کمی از هل استفاده میکنیم. کسانی که دوست ندارن فلفل قرمز نزنن نمیتونن نزنن، مشکلی نداره. و روغن زیتون، کمی هم روغن زیتون و کمی زعفرون. ما اینا رو با هم دیگه میکس میکنیم. مشکلی پیش اومد؟ برقش بیرون اومد؟ نه، نمیدونم کجا هست برقش. خب بجز بدید من ببینم میتونم کمکتون کنم، چون وسایلم یه مقدار این زیر هست. اون گوش هست میبینید؟ از اونجا فقط نیفته. نه خیلی، من نگهش داشتم. ببخشید. خواهش بکنم. اشکال ندارم.
بفرم. به این شکل میکسش الان خوب راحتی؟ خب آیا برق ما وصله تو این بخش که ما برقو زدی؟ میخواید حالا بینا رو به این بگیریم نه. که این الان مشکلی نداره، من مواد آوردم. بس. ما اینو میکس میکنیم به این شکل، جوجه رو در درون مواد ما میخوابونیم به این شکل، به این شکل میخوابونیم، مخلوطش میکنیم و میگذاریم یه دو ساعتی این با این مواد بمونه. بعد به سیخ میکشیم اینو. بله، من مقدار میکروفونتون رو درست کنم. بله، ما اینو به سیخ میکشیم. اینا دیگه مزه های برنامه زنده است. بله. خب این وصل نشد هنوز؟ نه. خب ما به این شکل جوجه هامونو به سیخ میکشیم. بله. پس الان چقدر خوابوندین داخل اون مواد؟ دو ساعت. دو ساعت. بله. دو ساعت در درون مواد مایه توت میخوابونیم. بله. این توت باعث میشه که آنتی اکسیدانی که در درون توت هستش، بله، بالا بره. من میخوام یه مسئله رو ذکر بکنم. بفرمه. ما به اندازه دو قاشق یا یک قاشق روغن میریزیم. درسته. از روغن من کنجد استفاده کردم. بله. ما جوجه‌مونه که گذاشتیم در مایه تابه، از کاغذ روغنی استفاده میکنیم. چطوری؟ از کاغذ روغنی شعلش اشکال نداره اینقدر زیاد باشه؟ نه، کمش میکنم. خب از روغن، از کاغذ روغنی استفاده میکنم به دلیل اینکه کاغذ روغنی هم چربی بدو میگیره و همین که مزه غذا خیلی بهتر میشه و به عنوان درب مایتابه ازش بله. استفاده میکنم. پرش هم نمیکنه بیرون روغنا. بله. که گاز کثیف بشه. سه تا حالت داره و از کاغذ روغنی که استفاده میکنن اگر امتحان بکنن که گوشت به اصطلاح مرغو همینطوری سرخ کنن یا با در مایتابه سرخ کنن، میبینن که چقدر فرقش مزه مرغ. درسته. این مزه‌ای که کاغذ میگذاریم روی مرغ خیلی فرق میکنه تا با در. بله، بسیار خوب. ما یه بار دیگه فکر میکنم خوبه که دوره کنیم که چه کار کردین تا الان. یه مدار به آرامش بیشتر مواد اولیه رو بفرمایید، اینکه چطور مزه دارش کردین و رسید به این بخش. اینجا الان تموم شد یا اینکه هنوز آشپزیتون چیزایی مونده؟ چون من میبینم یه مدار مواد سبزیجاتیه که در کنار ما عادت داریم که یا برنج خیلی زیاد استفاده کنیم از پلو. بله. یا اینکه از نون خیلی زیاد استفاده کنیم. این غذایی که من امروز به اصطلاح تبخ کردم نشون میده که با سبزیجات که استفاده میشه خیلی بهتر و خیلی کم استفاده میشه، ولی از نظر سلامتی خیلی دست بله دیگه، برای اینکه سبزیجات تمام آنتی اکسیدان داره بله. و بسیار کمک میکنه برای حفظ سلامتیمون، انشاءالله پرهیز از سرطان ها و بسیاری موارد دیگه. و دیگه هم نونم نمیخوایم، چاق نمیشیم دیگه. نونم اگه خورده بشه، یعنی ما توی سازمانی که هستیم سعی میکنیم که کسانی که اونجا تشریف میارن آموزش میبینن برنج رو به مقدار کم و نون رو به مقدار کم استفاده کنیم که ببینن که چقدر سیر میشن بعد از خوردن این غذاها. برای که خانم خباز ما یادمون میره غذا رو بجویم، وقتی غذا میخوریم حواسمون هزار جای دیگه هست. وقتی که غذا میخوریم باید واقعا حواسمون به لقمه هایی هست که بر میداریم و مقدار جویدن اگر اینها رو کنترل بکنیم که معمولا قریب به یقین نمی کنیم یه مدار مغز نمیذاره فرمان بده به معدمون که سیر شدی. این مشکل هم هست. خب الان به کجا رسی؟ الان بعد روغن هم زیاد نمیخواد. چه جالب، بسن رنگش مثل گوشت قرمز شه. بله. مزهش هم خیلی متفاوته. بله. میخوای دوره کنی؟ میخوای مواد رو بگم؟ بله بفرمه. ماستمون یک فنجون یا 125 گرم بوده. بله. توت سیامون یا شاتوتمون 200 گرم بوده. مرغمون 1200 گرم بوده برای 4 نفر و پیازمون 1 عدد، سیر 2 عدد، بعد نمک و فلفل و هل و روغن زیتون و زعفرون هم به مقدار لازم. و بعد یه بار بفهمید که چه کار کردین داخل؟ ما همه این مواد رو می‌ریزیم توی میکسر، اینا رو میکس می‌کنیم درست
خوب باید میکس بشه. وقتی که میکس شد بعد مرغمونو به این شکل در درون موادمون میخوابونیم، بعد به سیخ میکشیم، میذاریم توی مایکروویو. بله. با همین کاغذ روغنی بریوم میشه، سرخ نمیشه. چقدر عالی، متشکرم. خیلی ممنونم. خواهش. حالا تو فاصله که ما میریم، اگر رسیدیم وسط برنامه، اگر نه که فکر میکنم چون برنامه شلوغ داریم امروز احتمالاً انتهای برنامه برسیم، کار بقیش هم حل بشه، ما بتونیم این کار رو هم نشون بدیم. بعد من جوجه ها رو به سیخ میکشم، چون یه سیخ کشتم وقت برنامه رو زیاد نگیرم، بقیه رو هم میکشم اینجا کبابشون. ممنونم خانم خواهش، خوش اومدین به این خونه، تشکر میکنم. قربون شما، دوستان عزیز، خونه همیشه آباد باشه انشاءالله. افتخار این رو داریم که امروز میزبان جناب آقای دکتر بهرامی عزیز هستیم که بعد از سالها قدم به این خونه گذاشتن. همراه ما باشید و این گفتگو رو ببینید.